در مورد دوربین ها چند تا اصطلاح هست، این LOG یا همون Log Rec 709 یا همون Rec 709 و LUT یا همون Lookup Table که یه خورده به نظر بیشتر کاربر گنگ میاد ولی خیلی راحت هستش که حالا تو این درس ما هم میبینیم. هر دوربینی موقعی که شما دارید باش فیلم برداری میکنید یه منطق تصویر برداری داره. به طور مثال اگر یه همچین رنگ سیاهی ببینه میاد میگه که ببین جاش یه همچین رنگ سیاهی استفاده کن، یا اگه یه همچین خاکستری ببینه میگه نه 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 جاش این خاکستری رو بذار، یا اگه رنگ سفید ببینه میاد میگه جاش یه سفیدی بذار که یه ذره توش خاکستری داشته باشه. و علتش هم همون چیزی که تو درس قبل با هم دیدیم، نمیاد سیاه مطلق یا سفید مطلق بگیره. البته من منظورم از این دوربینای حرفه‌ای هستش، مثلا فرض کن شما آری رد، حالا بلک ماجیک اورسا، یا حالا دوربین های حرفه‌ای دیگه. اصطلاحاً به این اتفاق فیلم برداری با کالر اسپیس لوگاریتمیک گفته میشه یا همون لاگ. این نحوه نگاه کردن تصویر و ثبت کردنش به اون شکلی که اون دوربین داره این کار رو انجام میده بهش گفته میشه اصطلاحاً فیلمبرداری لاگ یا همون لوگاریتمیک، چون هر دوربینی برای خودش یه لاگ خاص داره، یه لوگاریتم خاص داره، یه الگوریتم خاص داره. به طور مثال الگوریتم سونی ممکنه با الگوریتم بلک ماجیک و الگوریتم آری خیلی تفاوت داشته باشه. اینی که اصطلاحاً به این نوع فیلم برداری که شما دیدید خیلی تخت میکنه تصویر رو میگن فیلم برداری کردن با تکنیک لاگ یا به شکل لوگاریتمیک. علتش هم که گفتم خدمتون برای اینکه تصویر آسیب نبینه و تا جایی که میشه رنگ ها و سیاهی ها روشنی ها حفظ بشن. به کل این اتفاق و به کل این ترجمه رنگ ها کالر اسپیس گفته میشه یا فضای رنگ. به طور مثال ممکنه یه شرکتی مثل آری فضای رنگش یه همچی چیزی باشه، کالر اسپیسش کالر اسپیس رد یه همچین چیزی باشه. من اگر بیام اینجا این تنظیمات رد را رو بزنم شما میبینید که اینجا مشته کالر اسپیس من رد کالر 4 بوده. اگر من بیام اینجا اینو تغییر بدم تأثیرش شما روی تصویر خواهید دید. البته خب اینا چون تفاوتهای اونقدر زیادی با هم نمی کنه زیاد اینجا دیده نمیشه. گاما در واقع همون خاکستری های شما هستش. شما همونطور که اینجا میبینید رد گامای 4ه، شما رد لاگ رو اگه انتخاب بکنید و من اپلای رو بزنم شما میبینید که یه همچین تصویری به من میده که اصطلاحا خیلی تخت هست، لوگاریتمیکه. حالا ما اینجا اگر میخواییم برعکسش رو انجام بدیم چی؟ تصویرهای خیلی تخت داریم، حالا میخواییم درست ببینیمشون، تصویرهای لوگاریتمیکه اون رو میخواییم درست ببینیم و ترتمیزش رو صرفته ببینیم. برای برعکس کردن این کار، یعنی مثلا فرض کنید شما دوربین شما تصویر این بوده، حالا اینجوری فیلم برداریش کرده و رنگا رو تخت کرده، الان ما میخواییم برعکس، حالا میخواییم این رنگای تخت رو بکنیم رنگهای عادی، اون چیزی که روی مانیتور راحت دیده بشه و نزدیک باشه به با اون چیزی که فیلم برداری شده بود. این در واقع همون چیزیه که بهش میگن Rec 709. Rec 709 استاندارد مانیتوره، یعنی استاندارد اون چیزی که شما روی مانیتور میخواید ببینید. حالا برای اینکه اینجا من بیام ببینم تصویری که فیلم برداری شده تقریبا چه شکلی بوده، میام این Rec 709 رو انتخاب میکنم و اپلای رو میزنم. اگر من اون روز اونجا بودم و به این تصویر نگاه میکردم قاعدتا یه همچین شکلی باید میبود. اینجا هم باز به همین شکل. اگر من بیام این یکی تصویر رو انتخاب بکنم که تصویر آری هست و بیام بگم ساختار لوگاریتمیکش آری لاگ سی هست، باز دوباره این همونطور که شما میبینید خیلی نزدیکه احتمالا به اون چیزی که اون روز سر صحنه بوده. خب حالا مزیت که داره اینی که شما رنگاتون رو حفظ میکنید. اگر کار تدوین بخواد بکنید خیلی راحت میاد اینو میذارید روی
آریا لاگسی و همه چی تر و تمیزش رو صرفته میبینید. یا به طور مثال اگر اینجا رد بود میذارید روی رک 709. در این حال برای کسی که میخواد اصلا رنگ بکنه هم همه اون رنگ ها حفظ شده و سر جاشون هست. هر موقع بخواد میتونه بذاره رو نان بدون اینکه تصویر هیچ آسیبی ببینه و اصلاح رنگش رو انجام بده، تصویر رو حالا کلی بالا پایین بکنه و هیچ مشکلی هم برای تصویر خوش به وجود نمیاد. اما این اتفاق در واقع با یه فرمول میفته، یعنی این تبدیل شدن این رنگ ها به اینا با یه فرموله که اصطلاحاً به اون لوکاپ تیبل یا LUT گفته میشه. من اینجا به طور مثال این LUT آلکسا لاگ سی به REC یا همون رک 709 رک 709 اینه که در واقع به کامپیوتر میگه ببین اونایی که اینجوری خاکستریان سیاهن، اونایی که اینجوری سفیدن سفیدن، یعنی در واقع برعکس اون چیزی که شما سر صحنه داشتید. حالا خود اینا اگر شما بازشون بکنید با یه برنامه تکس، در واقع فقط یه تکس هست. همونطور که اینجا با هم دیدیم این فقط داره میاد به کامپیوتر میگه ببین اگر رنگی سیاه بود با این مشخصات تبدیلش بکن به رنگ سیاه با این مشخصات و الاخر. همه اینا به همین شکله، یعنی همونطور که خدمتون توضیح دادم میاد حالا اینو اینوریش میکنه. به این تیبل شما یا به این جدول رنگ شما، اگر شما فرض کنید اینو توی اکسل واس کنید میشه یه جدول، به این جدول رنگ لوک آپ تیبل گفته میشه. یعنی تیبل که خب همون تیبل میزه، در واقع میز رنگ شماست که همون جدول رنگ شماست. اینه که این اصطلاحات خیلی خیلی ساده است. این LOG یا همون لگاریتمیک یا همون REC 709 اینا کالر اسپیس هستن، اینا دیگه به کودک یا راو و اینا ربطی ندارن، اینا منطق رنگ و اصطلاحاً جدول رنگن. کودک شما به این ربط داره که حالا این جدول رنگ رو چجوری ثبت بکنه. این جدول رنگ خودش یه چیز دیگه ایه. امیدوارم خیلی موضوع پیچیده نشده باشه، بتونم راحت توضیحش بدم و تونسته باشم منتقل بکنم. به این تبدیلا هم اصطلاحاً لوکاپ تیبل یا LUT گفته میشه. اون فرمولی که لگاریتمیک تصویر لگاریتمیک به رک 709 تبدیل میشه که شما روی مونیتورتون بخواید راحت ببینید، یا بالعکس اون تصویری که سر صحنه بوده، اون چیزی که سر صحنه بوده و حالا خیلی مثلا به این شکل بوده ولی نه شما میخواستید تخت فیلم برداری کنید که تمام اطلاعات توش ثبت بشه و چیزی رو از دست ندید. به این فرمول LUT گفته میشه، به این فرمول تبدیل رک 709 به لگاریتمیک یا بالعکس. به خاطر همین شما اگر با هر دوربینی کار میکنید حتما باید، حالا اگه نمیخواد اصلا رنگاشو دستکاری بکنید فقط میخواد تعدیل بکنید، بهترین حالتش اینه که از اون کسی که حالا فیلم بردار شماست یا مسئول تکنیکی شماست این لوکاپ تیبل رو بخواید و بگید که به طور مثال اگر دارید با کنون کار میکنید، تصویرها شما با کنون فیلم برداری شدن، البته منظورم از کنون سری C100 و C300 و ایناست، مثلا 5D نیست قاعدتا، بگید که اینو به شما بده که شما دیگه راحت از اینجا بتونید لودش بکنید و خیلی سریع و راحت با یک کلیک اینجا داشته باشیدش که هم شما تصویراتون رو تر و تمیز و مرتب موقع تعدیل ببینید، همین که دیگه این فرایند رنگ و حفظ شدن اونم درست انجام بشه. در نهایت اگر فیلمبرداری از شما پرسید که آقا سر صحنه ما دوربینمون هم قابلیت
تصویربرداری لاگ داره، هم رکس ایون اون آین، ما کدوم یکی رو فیلم برداری بکنیم، ترجیحاً تو 90% موارد بهش بگید که لاگ فیلم برداری بکنه. به نظر من، به نظر شخص من، به درد سرش میارزه که شما رنگاتون حفظ شده باشه.